سلام، شب شما بخیر. به خبر ده با من جمال ناصر فرهمند خوش آمدید. سرخط خبر. جان باختن 8 تن در حمله بر خانه معلم میرولی. در این حمله 8 تن به شمول پسر عبیدالله بارکزای جان باختند و 6 تن دیگر به شمول آقای میرولی و فرمانده پیشین پلیس اروزگان زخم برداشتند. دا کار د تروریستان د خواسته سوی دي، نو البته دا د حضرت پاکستان تحفه ده، نو دا خو اول وار نه دي او نه اخر وار دي. انتقاد از بی‌پروایی نهادهای دولتی در دادن اطلاعات. نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد کشور از بی‌پروایی نهادهای دولتی در دادن اطلاعات بر رسانه‌ها انتقاد. به صورت عملی هر روز از روز گذشته بیشتر میشه مشکل دسترسی به اطلاعات. اضافه ستانی در پروژه مکروریان چهارم. وزارت شهرسازی و مسکن از 107 میلیون افغانی اضافه ستانی در پروژه بلاک های مکروریان چهارم در شهر کابل خبر می دهد. هموطنان محترم ما، برای نجات از بی‌سرپناهی و ترس از دست دادن آپارتمان های خویش، تمام اقساط تحمیلی هفتگانه را اینا پرداخت نموده بودند. روسیه قدرتمندترین ارتش جهان. رئیس جمهور روسیه ارتش این کشور را نیرومندترین ارتش جهان. خوش آمدید به این برنامه. تا یک ساعت دیگر با خبرهای از افغانستان و جهان با شما هستیم. مشروع خبرها. حمله گروهی مهاجمان بر خانه معلم میرولی، نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان، پس از نزدیک به 11 ساعت و با از پا درآمدن 3 مهاجم انتحاری پایان یافت. در این حمله 8 تن جان باختند و 6 تن دیگر به شمول آقای میرولی و وایس صمیمی فرمانده پیشین پلیس اروزگان زخم برداشتند. کریم امینی در این گزارش چگونگی ورود مهاجمان را به خانه عضو مجلس و نیز ویرانی های برجامانده از این حمله را به تصویر کشیده است. دیروز شام 3 مرد مسلح در لباس شخصی با رسیدن به اینجا نخستین کاری که انجام میتنه است که دو تن از نگهبانان آقای میرولی را در اینجا از پا در میارن، بعد وارد خانه ای عضو مجلس نمایندگان میشن. بخشی از مهاجمان میرن او طرف سراغ خانواده آقای میرولی و در اونجا دو نواسه آقای میرولی را به گلوله میبندن. بعد بخش دیگرشان یا دو تن از مهاجمان وارد مهمانخانه آقای میرولی میشن که در اینجا ای عضو مجلس با مهمانایش سرگرم دیدار و گفتگو بوده. چند تن دیگر را به شمول پسر آقای عبیدالله بارکزای در اینجا به گلوله میبندن. بعد وارد طبقه دوم ساختمان میشن و به نبردشان با نیروهای امنیتی که در اون زمان به محل رسیده بودن در طبقه دوم و سوم ساختمان ادامه میدن. هیچ چیز اینجا سر جاش نیست، همه چیز به هم ریخته است، همه چیز شکسته است و حتی گفته میشه که در این اتاق خانم آقای میرولی را زخمی ساختن مهاجمان مسلح. بعد پس از درگیری در این طبقه وارد طبقه سوم این ساختمان شدن. اینجا و با نیروهای امنیتی بسیار زیاد درگیری صورت گرفته و در فرجامین ساعت نبرد مهاجمان در پشت بامی ساختمان در اینجا از سوی نیروهای امنیتی از پا در آورده شدن و با کشتن مهاجمان در اینجا این رویداد هم پس از 15 یا 16 ساعت درگیری های پراگنده به پایان رسیده است. بسیار وضعیت وحشتناک و نظامی شد که داخل خانه رفتن. تقریبا تا 3-4 بجه روز شب همونطور جنگ جریان داشت. حمله جان ناجوان مردانه و حمله وحشیانه که خود نماینگر عزیز که اینا دشمن مردم هستند، دشمن انسانیت هستند. کشته شده های رویداد شامل دو نواسه آقای میرولی است، برادرزادش است، پسر عبیدالله بارکزای عضو مجلس است و دو تن از نگهبانان آقای میرولی است و چند تن هم از مهمانان عضو مجلس نمایندگان. زخمیان این رویداد هم مشمول آقای میرولی عضو مجلس که خودش سطحی زخم برداشته و فرمانده پیشین اروزگان و خانم آقای میرولی چندین تن دیگر در این رویداد زخم برداشتن که فعلا در بیمارستان ها زیر درمان هستند.
در میان کشته شدگان رویداد دیشب دو نواده خردسال معلم میرولی و یک پسر عبیدالله بارکزی نیز هستند. عبیدالله بارکزی عضو مجلس نمایندگان این رویداد را به هراس افغانانی پیوند میدهد که از سوی حلقه های در پاکستان دستور میگیرند. از سوی هم خانواده معلم میرولی کشته شدن دو کودک این خانواده را در این حمله یک جنایت بزرگ میداند. حمله ای که در اینجا انجام شد قربانی گرفت و هیچ کسی در امان نماند، حتی کودکان این خانواده. مصطفی و احمد ضیا دو نواده معلم میرولی که تازه در مسیر زندگی گام نهاده بودند در این رویداد جان باختند. هدف مهاجمان درست مهمانخانه بوده که در اوج نشست برگزار شده بود، اما یک مرد انتحار کننده خودش را میرسانه به جایی که خانواده آقای میرولی در اینجا جا بجا بوده، که در نخست مصطفی 12 ساله را مرد انتحاری در اینجا از بین میبره و برادر بزرگترش که احمد ضیا نام داره و او 12 سال داره، او رفته بود به تاکوی این منزل و مادرش او را زیر کمپل پنهان کرده بود، اما مرد انتحار کننده او را هم از بین میبره و مادر مصطفی و احمد ضیا را هم زخمی میسازه. پدرش حکمت الله حقمل، فرمانده پیشین پلیس ولسوالی گرشک هلمند، نیز دو سال پیش در یک حمله انتحاری کشته شد. مصطفی و احمد ضیا هلته پراته و شهیدان، مور یې زنګونه وله په دال کې ماته چې مصطفی و د احمد ضیا زخمیان دي. حفیظ الله بارکزی که تازه از 26 سالگیش با یک لبخند پذیرایی کرده بود و یک هفته پیش نامزد شده بود، نیز در میان کشته شدگان این رویداد است. او که در بخش حقوق و علوم سیاسی لسانس و در بخش خبرنگاری ماستری داشت، همه آرزوهایش را به زیر خاک برد. دا کار د ترستان د خاص سویدینو، البته دا حضرت پاکستان تحفه ده، نو دا خو اول وار نه دی او نه اخر وار دی. برادرش میگوید که حفیظ الله حافظ قرآن نیز بود. دی د خپل ولس امنیت وساتي مر په دې افتخار کو دا نه چې واځي د وکیل دی یا د وزیر دی، دا پر موږ ټول باندې د وطن خدمت کول، د وطن دفاع کول فرض ده. در این رویداد دو نگهبان و دو مهمان آقای میرولی نماینده هلمند در مجلس نمایندگان نیز جان باختند و شش عضو دیگر خانواده آقای میرولی زخمی شدند. نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد کشور از بی‌پروایی نهادهای دولتی در دادن اطلاعات بر رسانه‌ها انتقاد می‌کنند. این نهادها از حکومت می‌خواهند تا به وعده‌اش در بخش آزادی بیان و دادن اطلاعات بر رسانه‌ها در زمان معین آن پابند باشند. در همین حال حکومت می‌گوید که نظر به فرمان رئیس جمهور و قانون حق دسترسی به اطلاعات، تمامی نهادهای دولتی به دادن اطلاعات بر رسانه‌ها مکلف هستند. رئیس جمهور غنی بارها در نشست‌های گوناگون از نهادهای دولتی خواسته است تا اطلاعات لازم را بر رسانه‌ها بدهند. ما به صورت واضح بفهمیم که معلومات انحصار افراد نیست. اما دیده می شود که با گذشت بیش از 2 سال از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی رئیس جمهور، شماری از نهادهای دولتی هنوز هم در عملی ساختن این قانون بی‌پروایی نشان می‌دهند. به صورت عملی هر روز از روز گذشته بیشتر میشه مشکل دسترسی به اطلاعات. ما شکایتهایی را از رادیوهای محلی تقریبا از سراسر افغانستان داریم. خبرنگاران رسانه‌های شنیداری با مشکلات بیشتر روبرو هستند. گزارش‌های پژوهشی نیاز بیشتری به اطلاعات دارند، اما خبرنگاران بیشتر با پاسخ‌های منفی نهادهای دولتی روبرو می‌شوند. با مراجعه به ادارات مختلف، این معلومات و اطلاعات در اختیار ما گذاشته نمی‌شه. چندین بار اول یک نهاد زنگ می‌زنیم، در قدم اول به تلفن ما جواب نمی‌ده. بعد از اون که اونجا با تلفن ما پاسخ میده، تو یک معلومات دقیق قدم دسترس ما قرار نمیدن. کاخ ریاست جمهوری تأکید میورزد که افزایش نشست های روزانه نهادهای دولتی در مرکز رسانه های حکومت از بهر حل همین مشکل است. چند نکته قابل یادآوری است. یک، شمار از رسانه ها معلومات را از ادارات میخواهد که اصلا مربوط به اداره نمیباشد. دو، برخی رسانه ها معلوماتی را که میخواهد نیاز به فرصت و زمان دارد تا اداره مربوطه این معلومات تهیه و تنظیم کنه،
و نکته سوم معلوماتی که مربوط به نهادهای عدلی و قضایی و یا امنیتی می باشه. تا زمانی که پروسه تکمیل نشوه اداره محترم نمیتونه این معلومات به رسانه ها شریک کنه. اما خبرنگاران در کار ثبت شکایت‌هایشان در این باره به کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بی‌پروایی نشان می‌دهند. گرچه ما شکایت‌های زیاد را از طرف رسانه‌ها و مردم در قسمت دسترسی به اطلاعات می‌شنویم، اما تا حال به شکلی که قانون در نظر گرفته شکایت‌ها به ما مؤثرت نورزیده. احترام به آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات یکی از تعهدهای همیشگی مقام‌های حکومتی است، اما نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد به این باور هستند که رسانه‌های محلی در بخش دسترسی به اطلاعات با بیشترین مشکلات روبرو هستند و این مشکل در پایتخت نیز شکایت‌های زیادی را به دنبال داشته است. سید طارق مجیدی، تولو نیوز. اعضای مجلس نمایندگان میگویند که دادگاه عالی تصمیم این مجلس را درباره سلب صلاحیت وزیران پذیرفته است. اعضای مجلس نمایندگان میافزایند که دادگاه نمیتواند ماده های قانون اساسی را برخلاف قانون اساسی تفسیر نماید و اکنون ریاست جمهوری هر چه زودتر باید نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی کند. دادگاه عالی در این باره چیزی نمیگوید. پس از آنکه مجلس نمایندگان 7 وزیر کابینه را به علت مصرف نکردن 70% بودجه توسعه‌شان سلب صلاحیت کرد، حکومت این تصمیم مجلس نمایندگان را نپذیرفت و ماده 92 قانون اساسی را که درباره سلب صلاحیت وزیران است برای تفسیر به دادگاه عالی فرستاد. اکنون شماری از نمایندگان مجلس میگویند که دادگاه عالی این تصمیم آنان را تایید کرده است. همیشه که ستره محکمه به تصامیم قانونی ولسی جرگه احترام گذاشته و نخواسته که یک باب جنجال تازه را که در مغایرت با قانون هست با ولسی جرگه آغاز کنند. به من خواست محکم رئیس جمهور را و رئیس اجرایی نداو او اسم داده چه دوی باید قانون تا غاره که دی او در قانون سخه درناوی او که او حق وزیران سی سال به اعتماد شوی دی دیگوی پزایمان نوی وزیران ماری پی که این نمایندگان که ادامه کار 7 وزیر سلب صلاحیت شده را غیر قانونی می دانند، از رئیس جمهور می خواهند که خلاف قوانین برخورد نکند و به ادامه کار این وزیران باید پایان بدهد. فکر می کنم اساساً ارجای این مسئله به ستر محکمه خلاف قانون اساسی و خلاف رویه پارلمانی است. قانون اساسی به صراحت استظهار از صلاحیت های خاص ولسی جرگه می داند. مجلس نمایندگان در حدود 1.5 ماه پیش صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمود بلیغ، وزیر فواید عامه، نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی، فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی، اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف، محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی و عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را استیضاح و سلب صلاحیت کرد. یک خسر در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان بر عروسش تجاوز کرد. پلیس ولایت بغلان با تایید این خبر میگوید که 9 ماه از عروسی این زن گذشته است و در این مدت چندین بار خسرش بر وی تجاوز کرده است. این مرد اکنون در بازداشت پلیس بسر میبرد. در همین حال این تازه عروس میگوید که چندین بار نگرانیش را در این باره با همسرش در میان گذاشته است، اما از سوی او در برابر پدرش هیچ واکنشی دیدن نشده است. در یک هفته پسین این دومین زنی است که در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان بر او تجاوز می شود. پیش از این هم زن دیگری ادعا کرده است که برادر شوهرش چندین بار بر وی تجاوز کرده است. دفتر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری تایید می کند که لوی سارانوالی حکم جلب آقای دوستم را به این اداره فرستاده است، اما این حکم را خلاف قانون می خواند. لوی سارانوالی افغانستان بروز چهارشنبه حکم جلب جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور این کشور را به دفترش فرستاد. دفتر آقای دوستم می گوید که ریاست جرایم داخلی و خارجی لوی سارانوالی عنوانی عبدالرشید دوستم این حکم را صادر کرده است. در این حکم گفته شده است که بر اساس ثبت شکایت احمد ایشچی معاون اول یا وکیل مدافع وی برای پاسخگویی به لوی سارانوالی حاضر شود.
دوباره خوش آمدید. نخست بانوی کشور از جوانان کشور می خواهد که توانمندی هایشان را دست کم نگیرند. رولا غنی که در نخستین نمایشگاه دانشجویان تمامی دانشکده های کامپیوتر ساینس کشور از جوانان می خواهد که با اعتماد به نفس به توانایی هایشان بنگرند و از توانایی هایشان در رقم زدن آینده افغانستان کار گیرند. نخستین نمایشگاه مرکز آفرینش های فناوری اطلاعاتی افغانستان پس از یک سال از ایجاد این مرکز در وزارت تحصیلات عالی برگزار شد. در این نمایشگاه نرم ابزارها و سخت ابزارهای ساخته شده از سوی دانشجویان دانشگاه های کشور به نمایش گذاشته شدند. زهرا و فاطمه جعفری که نرم افزار به نام سامانه برقی در نظام انتخابات ساخته است میگوید که با کار گرفتن این نرم افزار روند رای دهی در کشور برقی خواهد شد و جلو تقلب به پیمانه بزرگ گرفته خواهد شد. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در فعلا وجود داره تقلب است و همچنان جهل است که هر شخص میتونه دو بار ثبت نام کنه و یا دو بار رای بده که این پروژه از این مشکل به خوبی میتونه که مشکل از بین ببره. پروژه وقتی تکمیل میشه باید او تست شود در جامعه. وقتی که تست شد بعد از تست میفهمه مردم که این پروژه قابل تطبیق است یا نیست. شاید اینا مشکلات تکنیکی، مشکلات پولی داشته باشند. مگر ما میخوایم که در پولیش اینا را کنترل کنم ببینیم که در کجا مشکلاتشان است. این دانشجویان از حکومت میخوان که نوآوری ها و توانایی هایشان دست کم گرفتن نشوند. اگر میخواین که فساد داری شما مبارزه کنین، یک بار به این طرحهای کامپیوتری را شما ببینین. آیا از گیر کامپیوتر همین فساد پیشگان خلاص میشه؟ اصلا نمیشه. در همین حال نخست بانوی کشور در این نمایشگاه میگوید که آینده کشور وابسته به جوانان کشور است. از جوانان میخواهد که به توانایی هایشان باور داشته باشند. ما مغز بسیار خوب داریم ولی یکان دفعه فکر میکنیم که نه، دیگر نفر البته از یک کشور دیگر خوبتر میفهمه. همینطور نکنین، همینطور جرات بگیرین. شما یک مغزای بسیار خوب دارین و میتونیم خودتان به پای خود ایستاد شوین. یکی از اولویت های مهم کاری وزارت تحصیلات عالی را توسعه و ایجاد زیربناهای معلوماتی در پوهنتون ها قرار میده. وزارت تحصیلات عالی همچنان اعلام کرد که سمستر آخر دانشکده ها برای کارهای عملی دانشجویان اختصاص یافته است و پس از این دانشجویان دانشگاه های دولتی در سمستر آخر بر بنیاد رشته های تحصیلیشان در نهادهای دولتی و بازار کار کارهای عملی را فرا خواهند گرفت. سفیر پاکستان در کابل در پیوند به مشک پراگنی های اخیر نظامیان پاکستانی بر ولسوالی های معروف و از سرکانو از سوی وزارت خارجه فراخوانده شد. در یک خبرنامه وزارت امور خارجه آمده است که سید ابرار حسین سفیر پاکستان در پیوند به مشک پراگنی های اخیر نظامیان پاکستانی از آن سوی خط فرضی دیورند بر ولسوالی معروف ولایت قندهار و ولسوالی سرکانوی ولایت کنر احضار شد و یادداشت رسمی حاوی مراتب اعتراض حکومت افغانستان به وی سپرده شد. محمد موسی عارفی رئیس شعبه اول سیاسی وزارت امور خارجه در این دیدار تاکید کرد که افغانستان این گونه مشک پراگنی ها را بر قلمروش تحریک کننده می داند که سبب تشدید تنش ها میان دو کشور خواهد شد. وزارت شهرسازی و مسکن از 107 میلیون افغانی اضافه ستانی در پروژه بلاک های مکروریان 4 در شهر کابل خبر می دهد. وزیر شهرسازی و مسکن می گوید که شرکت پیمانکار هر آپارتمان را تا 450 هزار افغانی بیشتر از بهای اصلی آن به مردم فروخته است. در همین حال رئیس جمهور غنی می گوید که تمامی پول هایی که به گونه غیرقانونی از خریداران این آپارتمان ها گرفته شده بود برگردانده شده است. رئیس جمهور غنی از مقام‌های بخش شهری می‌خواهد که با مبارزه جدی با فساد، فضای اعتماد میان حکومت و ملت را بهتر سازند. آقای غنی از تلاش‌های حکومت برای حل مشکلات شهری، به ویژه در شهر کابل سخن می‌زند و می‌گوید اجازه نخواهد داد که زورمندان تپه‌های شهر کابل را غصب کنند. امروز روز اعاده 107 میلیون افغانی نیست. امروز روز اعاده حیثیت و قرارداد بین دولت و ملت است. از سوی دیگر وزیر شهرسازی و مسکن میگوید که در سالهای گذشته فساد گسترده در شهرک سازی ها صورت گرفته است و از این میان شرکت پیمانکار بلاک های مکرویان 4
از خریداران این آپارتمان ها میلیون ها افغانی اضافه ستانی کرده است. هموطنان محترم ما برای نجات از بی‌سرپناهی و ترس از دست دادن آپارتمان های خویش تمام اقساط تحمیلی هفتگانه را اینا پرداخت نموده بودند. ساخت بلاک های نو مکرویان 4 در سال 1388 تهداب گذاری شد و در سال 1390 7 بلاک آن که 266 آپارتمان دارند و بهره برداری سپرده شدند. از این میان بر بنیاد گفته های وزیر شهرسازی و مسکن 157 آپارتمان با محاسبه غیر قانونی و اضافه ستانی به خریداران فروخته شدند. اتحادیه های موترهای باربری و مسافربری مسیرهای شمال و غرب کشور به علت اخاذی ها در مسیر راه و تخریب اشاره ها دست به اعتصاب کاری زدند. مسئولان اتحادیه های موترهای باربری و مسافربری میگویند که در مسیر راه افزون بر پرداخت قانونی محصول کالاها به بهانه های گوناگون از آنان پول گرفته می شود. ارتش روسیه نیرومندترین ارتش جهان با جنگ افزارهای پیشرفته است. رئیس جمهور روسیه با بیان این مطلب میگوید که مسکو اکنون ارتش نیرومند با همه امکانات نظامی در برابر دشمنانش در جهان دارد که توانایی های آن در سوریه ثابت شده است. در همین حال وزیر دفاع روسیه میگوید که به زودی نظامیان بیشتر به مرزهای غربی و جنوب غرب این کشور فرستاده خواهند شد و سیستم های ضد موشکی نیز در مرزهای روسیه جابجا خواهند شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ارتش این کشور از بر دستاوردهایان در سوریه سپاسگزاری می کند. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با مقامهای نظامی این کشور می گوید که اکنون ارتش روسیه نیرومندترین ارتش جهان در برابر دشمنانش است. اما اگر فعالیتهای نظامی در مرزهای این کشور زیر نظارت دقیق قرار نگیرد، با گذشت روز تهدیدها بر امنیت روسیه افزایش خواهند یافت. من به بسیار اطمینان میگویم که ما اکنون نیرومندتر از هر کشور متجاوز هستیم. میخوام توجه شما به این موضوع جلب شود که اگر لحظه غفلت صورت گیرد، اوضاع در مرزهای ما تغییر خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه از عملیات هوایی ارتش این کشور در سوریه نیز استقبال میکند. وزیر خارجه فرانسه تاکید میکند که کشورش آماده است حکومت لبنان را در پیکار با گروه داعش و جنگجویان شبکه القاعده حمایت کند. ژان مارک ایرو وزیر خارجه فرانسه در دیدار با نخست وزیر لبنان میگوید که پاریس آماده است بیروت را در پیکار با گروه های حراس افکن و پذیرش مهاجران بیشتر سوری کمک کند. در همین حال او میافزاید که کشورش به تعهداتش برای پذیرش مهاجران سوریه از لبنان پابند است. سپاسگزار هستیم از توجهتان به خبرهای این ساعت از طلوع و در ادامه با طلوع نیوز باشید. انتظار می رود که روند بیرون رفتن غیر نظامیان و جنگجویان مخالف حکومت سوریه از شرق حلب پنجشنبه پایان یابد. او روز چهارشنبه تا اکنون هزاران تن از این شهر به بخش‌های زیر اداره جنگجویان در شهر ادلب رفتند. در همین حال مقام‌های حکومتی روسیه به سفیر این کشور که در ترکیه کشته شد ادای احترام کردند. کشته شدن سفیر روسیه در ترکیه با بحران سوریه پیوند داده شده است. روند بیرون شدن غیر نظامیان و جنگجویان مخالف حکومت سوریه از شرق شهر حلب که برای بیش از یک روز به تعویق افتاده بود، روز چهارشنبه از سر گرفته شد. انتظار می رود که این روند تا پنجشنبه شب به پایان برسد. کمیته جهانی صلیب سرخ تخمین می زند که از 15 تا 20 ماه دسامبر بیش از 25 هزار تن از شرق حلب بیرون رفتند. گروه های مخالف حکومت سوریه هفته گذشته با دولت این کشور و ایران و روسیه درباره بیرون رفتن غیر نظامیان و جنگجویان از شرق حلب و واگذاری این شهر به نیروهای دولتی به توافق رسیدند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در برابر تابوت اندری کارلوف سفیر روسیه که در ترکیه کشته شد ادای احترام کردند. حکومت ترکیه جنبش فتح الله گلن مبلغ ترک را که در ایالات متحده در تبعید به سر میبرد مسئول این قتل میداند، اما آقای گلن این اتهام را نمیپذیرد. خطرناکترین احتمالی که به ذهن من میرسد این است که آنان کسان دیگر را نیز خواهند کشت و تلاش خواهند کرد که جنبش خدمت را متهم بسازند.
اندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه روز دوشنبه از سوی یک مرد 22 ساله که پیشینه خدمت در پلیس ضد شورش ترکیه را داشت به قتل رسید. ظاهرا این رویداد نتوانسته است روابط انقره و مسکو را تیره بسازد. دفتر محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که زرداد فریادی با ورودش از بریتانیا به کابل زندانی نشده بود و در رهایی او نیز تضمینی در کار نبود است. دفتر آقای دانش در یک خبرنامه تاکید می‌ورزد که هیچ دلیل قانونی و حقوقی برای زیر نظارت گرفتن و زندانی ساختن زرداد فریادی با برگشتش به افغانستان وجود ندارد. در همین حال شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی از این گفته‌ها و ادامه فرهنگ معافیت از مجازات سخت انتقاد می‌کنند. زرداد فریادی چهره جنجالی در این روزها بیشتر گفته شده بود که این فرمانده پیشین حزب اسلامی با ورودش به کابل زندانی شده بود. اما اکنون دفتر معاون دوم رئیس جمهوری با رد این میگوید که زرداد فریادی بعد از رسیدنش به کابل اصلا در توقیف قرار نگرفته بود و نزندانی شده بود. هیچ نامه‌ای از دفتر معاون دوم رئیس جمهور برای رهایی او به کدام نهاد یا شخص فرستاده نشده و کدام ضمانت هم در کار نبوده است. با در نظر داشت ماده 19, 20 و 158 قانون جزای افغانستان و با در نظر داشت ادعاهای جرایم متعددی که علیه آقای فریادی وجود داره، دولت افغانستان میتونه یک بار آقای فریادی را به میز به اصطلاح تحقیق بکشانه. با وجود محکمه و مجازات زرداد فریادی در بریتانیا، موضوع حق العبد بر وی محفوظ است و قربانیان میتوانند اقامه دعوا بکنند. در بخش دیگر این توافق آمده است که بر بنیاد قوانین کشور هیچ دلیل قانونی و حقوقی برای نظارت و توقیف زرداد فریادی با برگشتش به افغانستان نیز وجود ندارد. در این قسمت دولت باید یک اقدام مناسبه که بتانه این شخص جوابگو به جرایمی که انجام داده، یک اقدام مناسب باید این قسمت انجام بده. در این میان ادامه فرهنگ معافیت از مجازات نگرانی های سختی را به بار آورده است. قانون در افغانستان توسط زورمندها نقض می شود و حقوق بشر توسط زورمندها نقض می شود و این سبب اصلی فرهنگ معافیت است. نقض گستردگی حقوق بشر و ارتکاب جرایم جنگی اتهام های اصلی بر زرداد فریادی استند. فرمانده پیشین حزب اسلامی که 2 دهه پیش در شاهراه کابل جلال آباد حاکم بود. نظامیان کشور در ادامه عملیات در هلمند بخش‌های بیشتری را در اطراف شهر لشکرگاه از طالبان پس گرفتند. مقام‌های امنیتی در هلمند می‌گویند که در این عملیات طالبان تلفات سنگینی دیدند و این عملیات تا بازگشایی راه‌های ولسوالی‌های نادلی و مارجع به لشکرگاه ادامه خواهد یافت. این منطقه بولان در حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه است، جایی که چند پیش به دست طالبان سقوط کرد، اما اکنون اداره آن به دست نیروهای دولتی افتاده است. در کنار بولان چند بخش دیگر نیز از طالبان پس گرفته شدند. نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان از چند ماه به این سو در این بخش ها ادامه دارند و از همین رو یک شمار زیادی از باشندگان این بخش ها به بخش های دیگر آواره شده اند. کلی چه اسموش پا کشی که وسیر داد دشمن پلاس که بیا موش پا سرال و سرخته سو پا دیر و مسکل سرم دی پا سواق سلو وسا خواتم پر مختق روانده سموش پلیس پر مخت پلیلی موش تاس تا پورا ایتمینان دا دیدر که وش پا دی سواقی دشمن نست وس دلت از موش کرارگاوی و پوستی زای پر زای دی امنیت دیر شده خو بیا هم دلی نجدی و تلش آخواتا شتون لری دشمن. در همین حال عبدالجبار قهرمان مسئول عملیاتی جنگ هلمند میگوید که در عملیات کنونی تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است و در آینده نیز این عملیات ادامه خواهند یافت. تاسی در دقی ناروا او پر هلمندیانو در پلسین جنگلی پس منظر در روز لور میشتو را پدی خواه و چیلی او ویگوری پدری چلور میشتو که د افغانستان د خلکو مخالفینو خورا ډېر لوی ضایعات او ضربات ولیدل. همکنون نیروهای امنیتی برخی از بخش‌ها را در حوزه‌های دوم و سوم امنیتی شهر لشکرگاه از وجود طالبان پاکسازی کردند، اما هنوز هم راه‌های ولسوالی‌های مارجا و نادعلی با لشکرگاه از دیر زمان به این سو بسته هستند.
انتقالات دلاری شماری از بانک های کشور در سطح جهان متوقف شده است. اتحادیه بانک های افغانستان میگوید که این موضوع را با بانک مرکزی کشور مطرح کرده است، اما برای حل این مشکل نیاز به پادرمیانی رهبران حکومت است. از سوی دیگر رئیس پیشین اتحادیه بانک های کشور علت وضع تحریم ها از سوی بانک های آمریکایی را عملی نشدن تعهدات حکومت افغانستان در کار مبارزه با پولشویی و اصلاحات مالی می گوید. بانک کشاورزی چین، اکسس بانک شانگهای، کامرس بانک آلمان، بانک بی ام سی ای اسپانیا و چندین بانک ترکی بانک هایند که برای انتقالات پولی بانک های کشور در سطح جهان زمینه سازی می کنند. اما به علت آنچه که معاملات مشکوک پولشویی و پول های مشکوک برای تمویل هراس افغانان گفته شده است، بانک های آمریکایی انتقالات دلاری افغانستان را از طریق این بانک ها متوقف ساخته است. مونږ دا موضوع له مرکزی بانک سره شریکه کړې ده، له رئیس عمومي سره دا موضوع مونږ تیر هفته مونږ ناست درلودله او د مونږ ازایت رهبری مونږ هلته وو. مونږ دا موضوع هغوی ته وویلې چې دا هغوی هم وعده راکړه چې دا موضوع به له لوړو مقاماتو سره شریکوي. رئیس پیشین اتحادیه بانک های کشور میگوید که حکومت هرچند قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است، اما در عملی ساختن آن چندان موفق نبوده است. بالای متشبثین خصوصی ما که اینا اجناس از خارج از افغانستان خریداری میکنه، که فراموش نکنیم هم اکنون هم 95% اجناس ما از خارج از کشور میآید و مخصوصا بالای اجناس و کالاهایی که روزمره از او استفاده میکنیم بالای نرخ‌های از او اثرگذار میباشه. قرار است تا 31 دسامبر انتقالات دلاری تمامی بانک های داخلی کشور بسته شوند و مسئولان اتحادیه بانک های کشور ادامه این وضع را فوق‌العاده زیانبار میدانند و میگویند که آنان برای حل این مشکل به بانک مرکزی مراجعه کردند تا مقام های بانک مرکزی پای رهبران حکومت را برای حل این مشکل به میان بکشند. اما مسئولان بانک مرکزی از هر گونه ابراز نظر در این مورد خودداری میکنند. آدم ربایی ها در شهر جلال آباد با گذشت هر روز بیشتر می شوند. شماری از باشندگان ولایت ننگرهار با ابراز نگرانی از افزایش آدم ربایی ها در این شهر می گویند که نهادهای امنیتی در تامین امنیت مردم ناتوان هستند. در همین حال شماری از بزرگان اقوام در ننگرهار می گویند که در بسیاری از آدم ربایی ها کسانی دست می زنند که جنگ افزارهای غیر قانونی دارند. جلال آباد یکی از شهرهای کشور است که گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول در آن امنیت مردم را به خطر انداخته است. شماری از باشندگان ولایت ننگرهار میگویند که در این اواخر رویدادهای جنایی به ویژه ربودن افراد افزایش یافته است و در بسیاری از این آدمربایی ها این افراد مسلح غیر مسئول دست دارند. زینو کړیو چې هغه د وسلوالو ډلو همدارنګه خپله په حکومت کې حکومتي چارواکو سره هغوی په تعلق کې وي، روابط لري ورسره او د هماغوی په ترو دوی په ښار کې ډاډه خطابونه کوي. اختطافونه کېږي، هغه خلکو سره څوک پیسې لري یا د هغه اولاد یا ورور د هغې د کورنۍ بل غړی وتښتی او د هغه بدل کې پیسې ورڅخه اخلي او په دې کې حکومتي چارواکي په دې ځکه هلته ژوندي مثالونه شته دی. در همین حال شماری از بزرگان اقوام ننگرهار نگرانیشان را از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول ابراز می کنند و می گویند که حکومت برای خلع سلاح این افراد باید بیدرنگ اقدام کند. اختطاف غریب سړی نشی کوله، امده زیدی زری موتوری دی، امده تور شیشی و امده براق خلق چی پکنوس ویداد دی سیبا کسی لگوله و دقی سیبا. دغه خلک دی غریب خلک ارزه کی تبادی بندخانه دی غریبانو نه ډکه د تاسیم د وسویر شه په زر زر افغانۍ جرمانه کی خلک په کلونو کلونو پراته دي. اما مقام های امنیتی در ننگرهار از تلاش ها برای بازداشت چندین تن به اتهام آدم ربایی و رویدادهای جنایی دیگر سخن میگویند. د جنایی جرمونو پر وړاندې مبارزی اداره او همدارس د ملي امنیتی داری یو شمیر انسان تختونکو هم نیولې دي. زینی د کوزی پختونخوا اوسیدونکي دي، دوی په خپلو جرمونو اعترافونه هم کړي دي. زموږ هم جدي هلې ځلې روانې تر څو د هر ډول جنایي قضیو مخنیوی وکړو. باشندگان ننگرهار نه تنها از افزایش رویدادهای جنایی نگران هستند، بل افزایش قتلهای هدفمند نیز در این شهر در این اواخر بر نگرانی های مردم افزوده است. نبود خدمات بیمه یکی از علت‌های رکود سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع با انتقاد سخت از حکومت می‌گویند که در 14 سال گذشته هیچ کاری برای ترویج خدمات بیمه در کشور نکردند.
بسیاری از مرکزهای بازرگانی در کشور از بهر نبود خدمات بیمه پس از آتش سوزی یا رویدادهای دیگر با رکود مواجه می شوند. مرکز بازرگانی اباسین در کابل از نمونه های برجسته می توان بود. شماره از فروشندگان پیشین این مرکز می گویند که هرچند این مرکز 4 ماه پیش در نتیجه آتش سوزی نابود شد و میلیون ها دلار به آنان زیان وارد شد، اما این مرکز هنوز هم یک ویران است. تمام سرمایه انگفت که از این مردم تومی عریق گردیده. چرا برای ما کمک صورت نمیگیره؟ ما بیادر زرگرهایی که به حساب تقریبا از بسیار کم که حساب کنی از 10 میلیون دلار هم یا خساره زیاد میبینه. اتاقای تجارت و صنایع میگوید که در 2 سال گذشته به علت آتش سوزی ها 100 میلیون دلار به سرمایه گذاران زیان رسیده است و سرمایه گذاران به علت نبود خدمات بیمه و حمایت اندک حکومت نتوانستند دوباره کاروبارشان را آغاز کنند. سرمایه ما که اصلا 50% از طریق جنگ و فساد در خطر است، 50% از عدم سیستم بیمایی در خطر هستند. از سوی هم 3 شرکت بیمه در کشور فعالیت دارند و 90 خدمات بیمه را برای شهروندان کشور عرضه می کنند. یکی از شرکت های بیمه می گوید که عمده ترین چالش در برابر کاروبارشان عدم آگاه نبودن مردم از خدمات بیمه و عدم همکاری نهادهای دولتی است. ما پیشنهاد میکنیم که در چارچوب اولویت بندی استراتژیک به منظور ثبات و توسعه پایدار کشور، بیمه و سکتور بیمه یا صنعت بیمه را دولت افغانستان در اولویت های اول قرار بده و بالای توجه بیشتر کند. این در حالی است که گفته می شود در کشورهای جنگ زده جهان مانند افغانستان عرضه خدمات بیمه یک نیاز اساسی است. اتاقای تجارت و صنایع وجود خطرات مالی و جانی را در کشور زمینه ساز فرصت های سرمایه گذاری در بخش بیمه می داند و می گوید که اگر این بخش به گونه درست رهبری شود، درآمدهای بزرگی را نصیب دولت خواهد ساخت و از سوی دیگر جلو رکود کاروبار سرمایه گذاران گرفته خواهد شد. باز هم خوش آمدید. معاون شورای ولایتی فاریاب هشدار می‌دهد که حکومت افغانستان و حامیان خارجی آن باید از ادامه دامن زدن به مسئله ایشچی خودداری کنند. در غیر آن شمار بزرگی از باشندگان ولایت‌های شمال خشمگین خواهد شد. معاون شورای ولایتی فاریاب در مراسم ستایش از کارکردهای نیروهای امنیتی فاریاب می‌گوید که اختلاف‌ها میان جنرال دوستم و احمد ایشچی باید حل شود. ده ها تن از عالمان دین، اعضای شورای ولایتی و باشندگان فاریاب در شهر میمنی مرکز ولایت فاریاب گرد آمدند. عبدالاحد البک معاون شورای ولایتی فاریاب در این مراسم میگوید که یکی از کسانی که در تامین امنیت فاریاب نقش بنیادی داشته است جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست رئیس جمهور است و حکومت افغانستان باید جلو بستن اتهام ها را بر او بگیرد. کسی که خودش این نظام را ساخته و خودش با خونش با مالش با جانش از این نظام حراست کرد، پاسداری کرد، امروزه متاسفانه بوتانها و افتراهای مختلف از طرف نیم حلقات و حلقات خارجی برش برچسب زده میشه. این عضو شورای ولایتی فاریاب همچنان میگوید هزاران تن از هواداران جنرال دوستم بدون دریافت هیچ امتیاز در کنار نیروهای امنیتی در شمال در برابر طالبان میجنگند و قربانی میدهند و هرگاه آنان از حکومت ناراض شوند باعث ناتوان شدن حاکمیت دولتی در شمال خواهد شد. در همین حال برخی از عالمان دین در فاریاب با اعلام حمایت از نیروهای امنیتی طالبان را از ایران خارجی می‌خوانند و نبرد نیروهای دولتی را بر ضد این گروه جهاد می‌گویند. به خدا زن و مرد مینم فاریاب در کنار اردویش است، در کنار پلیس است، قربانی سرباز، قربانی پلیس، ولی از اردوی ملی، از پلیس ملی، امنیت ملی، اینا را میگیم که خدا به شریعت نزدیک بکنه. ما ایران می‌خوایم با شریعت اینا کلان شود، دیگه اینا ناکامی نداره. قوای مسلح افغانستان وسیله قوی برای نجات ملت است. اینا هم دیگه مسلمان زاده هستند، اولاد و جگرگوشه های افغانستان هستند، فرزندان صدیقی خاک هستند. معاون شورای ولایتی در حال بر پایان یافتن بیدرنگ اختلاف ها میان جنرال دوستم و محمد ایشچی خبر می دهد که لای سارنوالی بررسی هایش را برای روشن ساختن چگونگی لطکو به احمد ایشچی از سوی جنرال دوستم ادامه می دهد.
دادگاه استیناف ولایت بغلان سه آدم ربا را به 15 سال زندان محکوم کرد. ریاست دادگاه استیناف ولایت بغلان میگوید که این ستن به جرم ربودن یک کودک به این کیفر محکوم شدند. در همین حال این ربایندگان به جرمشان اعتراف میکنند و میگویند که از بهر ناداری و تنگ دستی به انجام جرمهای جنایی به ویژه آدم ربایی رو آورده بودند. دادگاه استیناف ولایت بغلان در دو نشست جداگانه 5 تن را از بهر دست داشتن در آدم ربایی و قاچاق مواد مخدر به بند محکوم کرد. در نشست نخست 3 تن از بهر ربودن یک کودک هر کدام به 15 سال زندان محکوم شدند. و در این کودک می گویند که ربایندگان خواهان پرداخت 200 هزار افغانی برای رهایی پسرش بودند. برادر پیش ماست. سیلگ آبانی رو میتوید نمیده شب لاشت میدن بایدم که چه آمان خانه که دیدم شاید دروغ باشد زنگ دارم خانه که عبدالکبیر نام است من خدا گرفت بردم واقعا اما دی بسیار یک حالت بد بود خانه خدا فرمیده سیاست را فرمیده خود یک جگرخونی یک جانجال بگی نام سیلگ آبانی بایران من چه دقیقا متهمان به جرمشان اعتراف میکنند من در یاسات سایان ورقه عریضه داده بودیم به خاطر کار در سمت خانم دو سه ورق دادیم به خاطر کار و عامل اصل قضیه همی شده که من از بیکاری از پیش میشتبه سر بودم. در همین حال وکلای مدافع این متهمان نیز دیدگاه هایشان را در باره چگونگی برگزاری این محاکمه ابراز می کنند. مطالبه من از جناب شما هیئت قضایی همی است که مطابق فقره 2 ماده 6 موکلین مرا مجازات کنیم که خفت جزاست در ماده فقره 2 ماده 6 قانون قاچاق انسان. پس از این اعتراف ها قاضی دادگاه فیصله اش را این گونه اعلام میکند. ابتدای ایام نظارت و توقیفی متهمین قضیه اختطاف را اعتبار از تاریخ 18/7/1395 هر واحدشان را به مدت 15 سال حبس تنفیذی و مطابق ماده 20 قانون مذکور به رد مبلغ 2,00,000 افغانی پول به دست آمده از این طریق محکوم به مجازات نمودیم. فیصله ها قطعی نبوده، طرفین قضیه حق استیناف خواهی را دارند. دادگاه استیناف ولایت بغلان در نشست دومی 2 زن را به اتهام قاچاق مواد مخدر هر کدام به 6 ماه زندان نیز محکوم کرد. با همین ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از توجه و همراهی شما هم سپاسگزار هستیم. چند خبر ورزشی ببینید. شبتان خوش. خدا نگهدار. تیم ملی زیر 19 سال کرکت کشور بعد از به دست آوردن مقام سوم در رقابت‌های جام آسیا زیر 19 سال به کشور برگشت. ملی پوشان کرکت کشور که برای نخستین بار در این رقابت‌ها به مرحله نیمه نهایی راه یافته بودند در این مرحله در مقابل تیم قدرتمند هند تن به شکست دادند. این جلسه کسیز لوکال منتخب لار سریلانکات او تارگت داوس یو مونږ یو فول ممبر مو ټارګټ کړی وو پاکستان ته دوی په ډېر ویار شکست ورک لغه لوبڅاران سیدی لګ پول ممبر ته طرف ته لګ زیات هغه کوي د منګل لوبغاړي بار بار راغواړي لګ لګ زیات پرشر ایس کوي د منګل امپایرانو پښتنه وکړه وو وی سدا سی بس تاسو لګ منګه زکه زیات لګ پرشر ایس کوو چې تاسو نیوی د غلوبه کې نور هم د غلوبه احترامات تاسو پلي کې او مخ کې ورلد کپ ته رواني سي تاسو نور هم د قوانینو نه ډېر زیات خبر خطا تجربه ټولو ته حاصل شو چې فول ممبر کوم ټیمونه چې دی هغه په کوم لیول کې دی او د مونږ لیول کوم ځای کې دی نو دا هر یو پلیر ته ډېر ښه معلومات شو نو انده کې به دا مونږ ډېر ښه ثابت شي ما خاص کراول زلو چې زه په ټور ته تلی وم نو ما ډېر د شیان ولیدل نو ان شاء الله ته مونږ سره به کوچ می مونږ په دې باندې کار کوو نو کوشش کوو چې کوالیفایر راوړو ته ځو هغه ان شاء الله وګټو خو به کې وزلیږو این رقابت ها که بعد تاریخ 15 همین ماه میلادی آغاز شده بود تیم ملی افغانستان توانست با 2 برد در مقابل تیم های پاکستان و سنگاپور و باغ در مرحله نیمه نهایی در مقابل کرکت بازان هند مقام سوم را به دست آورند. در این دیدار نخست بازی را در بخش بیتینگ تیم انگلستان آغاز کرد و باز دست دادن تمامی بازیکنان توانست 477 دوش را انجام دهند که از جمله در بخش بیتینگ برای تیم انگلستان موین علی خوب درخشید و توانست 146 دوش را به سود تیم خود به دست بیاورد و در مقابل در بالینگ برای تیم هند جتیجا خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. Yeah!
It's a very good shot. در مقابل بازیکنان هند در بخش نخست بیتنگ خود را باز دست دادن نو بازیکن خود توانست 759 دوش را به سود تیم خود به دست بیاورند که از جمله نایر برای تیم خود خوب درخشید و توانست 303 دوش ناتاوت را به سود تیم خود به دست بیاورد و در مقابل برای تیم انگلیس بورد خوب درخشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. بازیکنان تیم انگلیس در نوبت دوم خود در بخش بیتنگ باز دست دادن تمامی بازیکنان خود توانست 207 دوش را به سود تیم خود به دست بیاورند و بازی را با تفاوت یک اینینگ بیتنگ و 77 دوش به تیم هند واگذار نمود. در پایان این دیدار نایر با انجام دادن 303 دوش ناتاوت از سوی کادر فنی برگزارین رقابت ها لقب بهترین بازیکن را به دست آورد. By an innings in 75, they've wrapped up this series 4-0 and they've played some compelling cricket along the way. One by an innings. Feeling good from definitely an upturning fortunes for Inter since Pioli arriving. Lazio got his underway. لاتزیو بازی را بهتر آغاز کرد و چیزی نمانده بود که چیرو ایموبیلا روی پاس فیلیپ اندرسون گل اول بازی را به ثمر برساند. اما واکنش خوب سمیر هاندانوویچ دروازه اینتر را نجات داد. در ادامه بازی متعادل تر شد و تیم میزبان هم فرصت‌های روی دروازه لاتزیو ایجاد کرد. از جمله در دقیقه 14 که ایکاردی میتوانست نیرادزوری را پیش بیاندازد، اما به جای شوت زدن تو به سمت دروازه با دادن یک پاس به آنتونیو کاندوروا این موقعیت خوب را از دست داد. بازی به همین روال دنبال شد و دو تیم چند موقعیت نصفه و نیمه دیگر روی دروازه هم ایجاد کردند، اما هیچ یک از آنها تبدیل به گل نشد و نیمه اول بدون گل به پایان رسید. Little deflection on the way through. Played safely in the end by Federer. This will have to come back on towards their goal. In then from Fanega. There was a little touch and then headed over by Milinkovic into corner. نیمه دوم را اینتر بهتر آغاز کرد و بعد از اینکه پریشیج یک موقعیت خوب را در همان دقیقه اول از دست داد، این تیم در فاصله دو دقیقه دو بار به گل رسید. What a way from Fanega to break the deadlock. Well, he had one shot on target in the first half. This one is a thunderous effort from Banega. There's maybe a little bit of good fortune the way the ball breaks to him, but then there's nothing fortunate about the way he's finished it. ابتدا در دقیقه 54 اوربانگا که پشت محوطه جریمه لاتزیو صاحب موقعیت شده بود با یک شوت تماشایی توپ را به تاق دروازه حریف کوبید. What does he do? He absolutely thunders it off the outside of his boot, sweeping it away from the despairing dive of Marchetti. Brilliant strike, wonderful goal. دو دقیقه بعد نوبت ایکاردی بود تا رویل سال دیامبروسیو با ضربه سر دروازه را باز کند و اختلاف را به دو گل افزایش دهد. Well, what a 60 seconds in this game. Inter, who'd been struggling from nowhere, have a two-goal advantage. Well, it's two pieces of absolute quality. Firstly, the strike from Banega, and then the move to find the space at the near post. He's signaling for the ball. Look at the way he ducks back inside De Vrij. Brilliant run. در حالی که تیم مهمان به دنبال جبران گل‌های خورده بود، اینتر در دقیقه 65 به گل سوم رسید. Banega, Icardi, 3-0. Two for Icardi, three for Inter. And that might be 3 points as well for a fifth home league win in a row. And this is one from the training ground. روی یک ضربه آزاد پاس هوشمندانه بانگا در محوطه جریمه به ایکاردی رسید و او هم با یک شوت نچندان محکم توپ را از بین مدافعان حریف وارد دروازه کرد. در ادامه باز همین بازیکنان اینتر بودند که موقعیت بهتری از حریف ایجاد کردند، اما توپ دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی با برتری 3-0 اینتر به پایان رسید. Lazio might get there, he did. Here's Icardi for the hat-trick. Denied by the wood. I believe he has
برترین و بزرگترین باشد. بایرنی ها بازی را بهتر آغاز کردند و در دقایق ابتدایی ابتکار عمل را در دست داشتند، اما دفاع منسجم لایپزیگ مانع ایجاد موقعیت روی دروازه این تیم می شد. حمله های باورایی ها ادامه داشت تا اینکه در دقیقه 17 سرانجام این تیم به گل رسید. روی همکاری روبن و لام، این لواندوفسکی بود که صاحب موقعیت شد، اما ضربه او به تیر دروازه برخورد کرد. توپ برگشتی در مقابل دروازه به تییاگو آلکانترا رسید و او هم با ضربه ساده کار را تمام کرد. فشار حمله های بایرن بعد از این گل کاهش پیدا نکرد و این تیم 8 دقیقه بعد به گل دوم رسید. اشتباه نبیکیتا ستاره خط میانی لایپزیگ یک موقعیت خوب را نصیب بایرنی ها کرد و در نهایت ژابی آلونسو روی پاس تییاگو توپ را به گوشه دروازه فرستاد. در حالی که